وقتی در کتاب‌های تاریخ یا کتاب‌های تحقیقاتی شرح انقلاب‌ها یا حوادث دیگه‌ای رو می‌نویسن، معمولاً یا در ایران معمول نیستش که یه ذره به جزئیات بیشتر از این پرداخته شه. معمولاً به اون چیزی پرداخته میشه که در روز خودش در روزنامه‌ها منعکس شده بیشتر. انقلاب ایران چند تا صحنه داشت که اون صحنه‌ها دور مانده از چشم مردم. یکی از این صحنه‌ها صحنه روز 26 دی ماه هست، روزی که پادشاه از ایران رفت و مردم اومدن تو خیابون در حالی که سرد بود، در حالی که بنزین وجود نداشت و برف آمده بود و خونه‌ها سرد بود و صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزینا بود، ولی همه شروع کردن رو اون پیت‌های بنزین که آورده بودن دور دبه‌ها و اینا ضرب گرفتن و یه مرتبه یک شور عجیب و غریبی در شهر پیدا شد و اتومبیل‌ها چراغ قرمز کردند، بوق زدند و روزنامه اطلاعات رسید که تیتر بزرگش بود شاه رفت، اونو به دست گرفتن و دیگه حوادث مختلف دیگه‌ای که اتفاق افتاد و البته کسی گمان نمی‌کرد که کمتر از یک ماه بعد از این حادثه رژیم پادشاهی کارش تموم میشه. ولی اون روز به هر حال پادشاه داشت از کشور میرفت و رفت، اما در همون لحظاتی که هلیکوپتر رو آسمون بود و داشت نزدیک میشد به فرودگاه و قرار بود در فرودگاه منتظر بمونه تا شاپور بختیار از مجلس رأی اعتماد بگیره و این شرط بختیار بود، در همون لحظات در مرکز اتاق جنگ، یعنی بزرگترین اتاق فرماندهی نظامی کشور، یک جلسه ای بود و اون جلسه هویزر فرستاده جنرال هویزر فرستاده مخصوص کارتر کاخ سفید و نفر دوم پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اومده بود تهران، فرمانده های نظامی با او جلسه داشتن مثل همه روزهای دیگه. در این لحظه در اتاق تیمسار قره‌باغی، ارتشبد قره‌باغی، فرمانده نیروهای مسلح کشور، در این لحظه اینطور که نوشتند سه نفرشون در خاطرات، وقتی هلیکوپترها بلند شد رو هوا، اینا از پنجره اومدن نگاه کردن و یکیشون گفتش که یعنی این معنیش این استش که الاسد دارن میرند، و ربیعی گفتش که بله الاسد دارن میرن فرودگاه که خداحافظی کنن، و در این لحظه فرمانده نیروی زمینی به گریه افتاد تیمسار بدری، و اینطور که هویزر نوشته تیمسار بدری قدر بلندی هم داشت و خیلی رشید بود، میگفت که اینه کودکی به گریه افتاد و سرشو گذاشت و دو شونه قره‌باغی و گریه میکرد و همه مفهود شده بودند و قره‌باغی با احتیاط به هویزر گفتش که من دیگه برم فرودگاه چون بالاخره شغلم ایجاب میکنه و اینا. هویزر هم شونش بالا انداخت، یعنی اگه میخوای بری برو، و او رفت و گفته شده و نوشته شده که در اون لحظه تیمسار حیب‌اللهی فرمانده دریایی یک شوخی هم کرد و یک مثل تقریبا عوامانه رو از دوره تحصیل امریکا به بیان آورد که معنیش این است که وقتی که نمیتونی مانع تجاوز بشی لذت ببر، و به این ترتیب برخورد خودشو با موضوع رو برو کرد و قره‌باغی خودشو رسوند به فرودگاه. از این جمع بیخبر عجیب نیستش که قره‌باغی بالاترین مقام نظامی کشور در فرودگاه وقتی به پادشاه گفتش که قربان کد ویژه، کد مخصوص سفر رو مرحمت نفرمودید، و اشاره میکرد به اینکه هر وقت شاه از تهران خارج میشد باید یه کد مخصوص نظامی رو میداد به فرمانده کل نظام نیروی مسلح، و در این لحظه پادشاه برگشت به او یه نگاهی کرد، اینطور که حاضرین دیدن گفت کد دیگه، کد برای چی میخواد؟ کد برای چی؟